آمار جانگداز قربانیان کرونا در 301 شهر بیش از 36200 نفر است. کارگزاران محلی از وضعیت بحرانی استانها خبر می دهند. اما وزارت بهداشت به دستور روحانی 127 شهرستان را سفید اعلام می کند. موج بیکاری کارگران و زحمتکشان و فروش آخرین اندوخته ها برای گذران زندگی یومیه. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان فاجعه کرونا در 301 شهر ایران از 36200 نفر بیشتر شده است. شمار قربانیان در ایلام به 261 نفر، در بوشهر به 360 نفر، در تهران به 6060 نفر در سمنان به 660 نفر، در کردستان به 615 نفر، در کرمانشاه به 930 نفر، در لورستان به 835 نفر، در مرکزی به 525 نفر و در یزد به 590 نفر رسیده است. آمار سایر استانها به این ارقام افزوده می شود. در حالی که به دنبال سخنان دیروز روحانی، وزارت به بهداشت 127 شهرستان را سفید اعلام کرده است، کارگزاران محلی رژیم در استانهای مختلف یکی پس از دیگری این موضوع را با بیانهای گوناگون تکذیب و وضعیت بحرانی و قرمز اعلام می کنند. در استان اصفهان وزارت به بهداشت نه شهر را سفید اعلام کرده است اما هیدری معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت در حال حاضر در استان اصفهان نقطه سفید نداریم. استان اصفهان در وضعیت قرمز است. در سیستان و بلوچستان وزارت بهداشت شش شهرستان را سفید اعلام کرده است. اما هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت روند ابتلا به کرونا در سیستان و بلوچستان به شکل نگران کننده ای تغییر کرده. واقعیت این است که نه تنها شواهدی از اتمام کرونا به چشم نمی خورد بلکه احتمالاً در نقطه شروع پیک دوم هستیم. در خوزستان، وزارت بهداشت دوازده شهرستان را سفید اعلام کرده. اما سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور احواز اعلام کرد موارد بستری بر اثر ویروس کرونا در خوزستان در یک هفته گذشته پنجاه درصد افزایش یافته است. در گیلان نماینده وزارت بهداشت گفت هنوز هیچ جایی از استان از نظر شیوع کرونا در وضعیت سفید قرار ندارد و همچنان در معرض خطر هستیم. در مشهد رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت هنوز وضعیت مشهد سفید نشده و در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزایش یافتند. در قوم استاندار اعلام کرد وضعیت قوم سفید نیست و به همین جهت حرم متحر، مسجد جمکران و سایر مساجد همچنان بسته خواهد بود. نماز جمعه و جماعات نیز همچنان تا پایان اردی بهشت برگزار نخواهد شد. امروز سلیمی، معاون سازمان نظام پزشکی از جانباختن چهار متخصص بیهوشی خبرداد و گفت در یکی از بیمارستانها از هفت متخصص بیهوشی هر هفت نفر مبتلا شدند. عرفانی رئیس مرکز بیماری های واگیر در وزارت بهداشت نیز گفت همچنان در موج اول و موج افزایشی بیماری هستیم و داریم نزدیک میشویم به قله بیماری. با ادامه بحران کرونا وضعیت کارگران و زحمتکشان هر روز وخیمتر می شود. روزنامه حکومتی شرق امروز نوشت تست کرونا 37 کارگر کارخانه پتروشیمی ارومیه مثبت شده است. گویا در این کارخانه 82 مورد تست کرونا گرفته شده که از این میان تست 37 نفر یعنی 45 درصد کارگران مثبت اعلام شده است. طبق آمارهای حکومتی که بسا کمتر از واقعیت است در ده روز گذشته دست کم 100 هزار کارگر در مازندران، گلستان و لورستان از کار بیکار شدند. نزدیک به 65 هزار نفر در مازندران، قم، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، مهاباد و سبزوار برای دریافت بیمه بیکاری نامنویسی کردند. یکی از مشاقلی که با شیوع کرونا فعالیت در آن نزدیک به صفر شده، کارهای ساختمانی است. فقط در مازندران هزار کارگر ساختمانی از کار بیکار شدند. کارگران در بسیاری از مخارج اولیه خود، نظیر اجاره مسکن و تامین مخارج روزانه در اند. روزنامه حکومتی آرمان امروز گزارش کرد آنهایی هم که طی سالهای اخیر اندوخته برای خود کنار گذاشته بودند حالا پسندازشان به پایان رسیده و به نظر میرسد به فروش دارایی هایشان روی آوردند. بسیاری از افرادی که این روزها در طلا فروشی ها مشاهده می شوند نه خریدار بلکه فروشنده طلا هستند. آنها تنها اندوخته خود را هم به بازار آوردند تا آن را به پول نقد تبدیل کنند و روزهای سخت کرونایی را پشت سر بگذارند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 8 اردیبهشت 1399